زبان فارسی رو باش آشنا بودن و به این دلیل هست که زبان فارسی رو پذیرفتن، یعنی اونها قبول داشتن که این زبان راهی جز این نداشتن، که این زبان زبان دیوان سالاری ایران باقی بماند، چون اداره جامعه جز این ممکن نبود. وقتی اعراب به ایران آمدن و زبان پهلوی رو از میان برداشتند و زبان فارسی دری از زیر خاکستر سر بلند کرد و به دلیل هم توانایی خودش و هم پیوند با زبان دیوان سالاری که به هر حال شکل گرفته بود و به ویژه اقدام بسیار بسیار برجسته‌ای که یعقوب لیث کرد در اون زمان که جلوگیری کرد از اینکه شعر به زبان عربی به سرایم و گفت که باید شعر به زبانی بگویید که من میفهمم، زبان فارسی که یکی از زبانهای دوران ساسانی است باقی ماند. این زبان فارسی به زبان دیوان سالاری ایران تبدیل شد و هنگامی که دولت‌های ترک در ایران به وجود آمد، نه اینکه به خاطر مهر و عطوفتی که اونها داشتند، نه به خاطر رفتار ملایمی که نسبت به جامعه می‌داشتند که نداشتند، بلکه به خاطر نیازی که می‌داشتند، این زبان به عنوان زبان توانای دیوان سالاری گسترش پیدا کرد. و درست میگویند ایشان که در دوران سلجوقیان، در دوران اولین دولت ترکمان سراسری در ایران که سلجوقیان باشند، زبان فارسی از خراسان گسترش پیدا کرد، رفت به انطاکیه و تا سده 17 میلادی زبان چیره ادبی اون منطقه یعنی دولت عثمانی هم فارسی بود. و این گسترش زبان نه به دلیل تسامح، نه به دلیل لطف اونها، بلکه به دلیل نیاز اونها بود. و به همین علت هم هستش که شما هرچی به تاریخ نگاه میکنید در اون دوران میبینید که حتی ترکمان تباران چاره جز این ندارن که این زبان رو در واقع گسترش بدهند و این زبان رو میپذیرند. و این معنی نیست که زبانهای دیگر در ایران وجود ندارد، از جمله زبان مادری خود اونها، ولی این زبان زبان مشترک ادبی میشود که از منطقه ترکستان شرقی اویغورها بودند تا برویم به شیروان یا شروان، تا اون منطقه در واقع همه به فارسی می نوشتند و شعر می سرودند و سخن می گفتند. نظامی بله؟ نظامی نظامی گنجهی بله نظامی گنجهی که نیمی ترک و نیمی کرد بوده است، یکی از بزرگترین سخنوران به زبان فارسی است. و جدا پیش از اون حتی، یعنی در همون دوران هایی که صحبت می کنیم، شعر فارسی و زبان فارسی به چین رسیده بوده. ببینید نوه تیمور، این رو خدمتتون من عرض کنم، نوه تیمور خیلی پیش از این که دور دوم آمدن مغولها به ایران آغاز بشه، یعنی در مغولها در سال 1221 میلادی به خراسان حمله می کنن و تا سال حدود 1225 میلادی 4 سال ایران رو غارت میکنن و برمیگردن، یعنی دوران چنگیز. و هجوم دوباره مغولان به ایران در سال 1251 میلادی در دوران هولاکوست، یعنی نوه چنگیز. ولی در سال 1246 میلادی، پیش از اینکه هولاکو دوباره به سوی ایران لشکر بکشد، یعنی اصلا پیش از اینکه تصمیم بگیرن برای اینکه دوباره به ایران بیایند، ملاقاتی صورت میگیره در مقر فرمانروایی مغولان میان نماینده پاپ اینوسنت چهارم و گویوکخان نوه تیمور در مورد آینده روابط مغولان و پاپ، که ما پاپ میخواسته که با مغولان روابط ایجاد کنه در مقابل دشمنانی که میداشته. البته اون پادشاه مغول در اون زمان تصور میکرده که این نمایندگان آمدن که خودشون رو وفاداری خودشون پادشاه مغول اعلام بکنن. وقتی نامه از سوی پاپ میآید به گویوکخان، جواب مینویسد به این نامه پادشاه مغول. قبل از این است که هولاکو اصلا به ایران برسه آقای مهری، و
قبل از این است که اصلا اهمیت پیدا کنه ایران در چشمنداز آینده اونها. نامه‌ای که می نویسن اونها و این نامه در واتیکان امروز موجود نسخش، به سه زبان این نامه رو می نویسن. به زبان اویغوری می نویسن چون زبانی بودی که زبان ادبی مغولان بوده، به زبان مغولی می نویسن که هیچ کس اون رو نمی فهمیده. بعد تصمیم می گیرن که این رو به زبانی هم بنویسن که واتیکان هم می توانن رو بفهمد. تصمیم می گیرن به فارسی بنویسن و در نتیجه این این نامه رو به فارسی نوشتند، در همون نسخه‌ای که نوشتند به فارسی، هم هر سه زبان در یک متن در یک سند وجود دارد، ولی به فارسی نوشتند که با خط اویغوری است، بنابراین نقطه ندارد. و این فارسی نوشتند و در این نامه‌ای که به فارسی نوشتند و موجود هست و فتوکپی‌های اون رو هم من در اختیار دارم و در اسناد واتیکان هم امروز میتوان رو دید، به فارسی نوشتند. خب این که اجباری در این نبوده، یعنی اون زمان فشاری بر اونها وجود نداشت به فارسی بنویسن. اون گستره زبان فارسی در اون دوران است که باعث شده که در دوران بعد از اون هم وقتی که به ایران میآیند همچنان با این زبان روبرو باشند. تیمور هم وقتی که میرسد به آذربایجان و نامه به شارل ششم مینویسد، پادشاه فرانسه، پادشاه روم در واقع، شارل ششم این نامه رو به فارسی نوشته. خب تیمور که زیر نفوذ مثلا دولت پهلوی نبوده که مجبورش کرده باشن اصلایی بر سرش گذاشته باشن یا فارسی صحبت بکن، اینجور که حرفای که امروز میزنن. تیمور بوده، کسی بوده که کشتن مردم دهلی 33 روز سر میبریدن در دهلی، همچین آدمی بوده. این آدم نامه رو به فارسی نوشته. یعنی پس زبان دیمان سالاری، زبان چیره در جامعه ایران در اون زمان، زبان فارسی است. ممنونم آقای امینی عزیز. آیا این درسته که زبان فارسی رو از دوران پهلوی ها بر همیهنان آذربایجانی تحمیل کردن؟ اصولا بفهمین که این گسترش زبان فارسی تا چند اندازه داوطلبانه یا اجباری بوده؟ این هم از اون قصه های تاریخی است. ببینید، ما بیگمان در تاریخ معاصر ایران رفتارهای بسیار نادرستی رو دیدیم و شنیدیم و خواندیم که برای اجباری کردن آموزش فارسی در اینجا اونجا صورت گرفته که بیگمان نادرست بوده و باید اون رو محکوم کرد و نیازی هم به اون وجود نداشته. ولی زبان فارسی اصلا این افسانه‌ای که گویا در دوران پهلوی یا دوران مدرنیته به آذربایجان رسیده یک دروغه، یعنی یک نوع کار بسیار شیادی پژوهشگرانه است که متاسفانه کسانی این رو دارن امروز گسترش میدهند که خودشون رو پژوهشگر و آدمهای راستگویی میپندارند. وقتی که سلطان سلیم دوران شاه اسماعیل صفوی، اجازه میگم کمی حتی برگردم به فارسی شعر میگفته. بله به فارسی شعر میگفته. اجازه میدید حتی برگردم. وقتی که شاه اسماعیل صفوی پادشاه ایران میشود، به کمک شمشیر قزلباشانی که فارسی هم بلد نبودند، هنگامی که وارد گفتگو میشود با شیبکان ازبک، بزرگترین رقیب خودش در شرق ایران که خراسان رو زیر نظر داشته و او در واقع او رو دشمن خودش می دانسته، نامه هایی که بین این دو رد و بدل می شود به فارسی است. یعنی شیبکان به فارسی می نویسد، فحش می دهد به شاه اسماعیل، می گوید تو بیدین هستی، تو دشمن اسلام هستی و خونت من به زودی به خاک خواهم ریخت. و او جواب میداد. در آغاز هم پاسخهای شاه اسماعیل پاسخهای بسیار بسیار ملایم نیست، چون مطمئن نیست که میتواند با دشمن ازبک خودش در بیفتد. انگامی هم که چیره میشود و ازبکان رو شکست میداد، فتنامهی که شاه اسماعیل به کمک قزلباشان به قدرت رسیده به دنیا میفرستد، این فتنامه فارسی است. پس از این هم، پس اینکه سر
پر از کاه